با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش، مردم ایران، مردم درجه یک ایران، امیدوارم در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فصل فوتبالی ایران با قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی تمام شد. چهارشنبه شب دیدار فینال جام حذفی ایران بین دو تیم استقلال پرسپولیس دو تیم تهرانی که داربی 101 پایتخت رو برگزار کردند با برتری 2-1 پرسپولیس تموج 120 دقیقه ماراتون سنگین و وحشتناک فوتبال در جایی که بازی در دقایقی به خشونت هم کشیده شد. آقای ساپینتو طبق معمول همیشه کاری کرد که اخراج بشه و همون اخراج من فهم میکنم شیرازی استقلال اصلا پاشون بدون هیچ چیزی من بخوام اصلا حمایتی بکنم صحبتی بکنم تو زمین واقعا پرسپولیس بهتر بود. رو اشتباهی که اون ثانیه های پایانی 90 دقیقه داشتن استقلال به گل رسید، اما در طول 120 دقیقه پرسپولیس سوار کار و حاکم میدان بود، دبل کرد و تونست قهرمان بشه. یحیی گل محمدی دهمین داربی بود که تونست ببره و یه جورایی هم دبل کرد هم فصل فوتبالش رویدایی تموم کرد و نشون داد که مربی با دانش و کاربلدیه. صحنه هایی که در بعد از گل استقلال اتفاق افتاد واقعا جای تاسف داره. من نمیدونم آقای ساپینتو اگر این همه که انرژی خوش برای حواشی و اتفاقات عجیب و غریب داره رقم میزنه برای استقلال میتونست بذاره، مطمئنا این تیم الان یه جام گرفته بود و من فکر کنم همون اخراج تخلیه کرد انرژی بازیکنان استقلال و تماشاگران استقلال در زمین، یعنی در روی سکوها بسیار ملتهب بودن و استقلال قبل از اینکه اصلا وارد زمین بشه یه جورای بازی رو باخته بود، چون فقط و فقط به دنبال داستان داوری بودن. تو زمینم دیدیم که حتی پنالتی 100% روی سوال کسی رو داور نگرفت، خطاهای متعددی بود که نگرفت. و یه نکته من عرض بکنم، چطور میشه آقای اشکان خورشیدی میاد در زمین مصدوم میشه؟ قطعا آمادگی خوبی نداشته که اونجوری مصدوم میشه و نتونست ادامه بده. محمد حسین زاهدی فر اومد و ادامه داوری رو عهده‌دار شد که اون صحنه‌ای گفتم اتفاق افتاد. اما در نهایت چیزی که مشخص بود پرسپولیس قهرمان شد. یک فصل رویایی رو سرخپوشان و پایتخت با هوادارشون داشتن، هم لیگو بردن هم جام حذفی رو، و هیچ حرف و حدیثی رو هم باقی نگذاشتن. امید آلیشا کاپیتان با تجربه پرسپولیس از زمانی که اومد تو بازی اصلا کفه ترازو رو نفر پرسپولیس سنگین تر کرد و همون گل بسیار زیبایی که از روی ضربه کاشتم زد نشون داد که تجربه چقدر تو داربی میتونه کمک بکنه. نکته مهم و مهمتر از فوتبال امروز تشویق تماشاگرانه که در ورزشگاه بودن. بوریا غفوری نازنین رو تشویق کردن، یک صدا نشون دادن که مردم اسطورهای خودش رو تنها نمیگذارن و حمایت میکنن. دم بوریا غفوری گم. بوریا غفوری مطمئن باش در دل مردم ایران جای داری و عزت رو به ذلت ترجیح دادی، بی‌نظیری. امیدوارم همیشه در هر کجا که هستی موفق باشی. مطمئن باش در فردای آزادی ایران مردم با تو هستن، مردم اسطوره‌هاشو تنها نمیگذارن و اون کسانی برندن همچون بوریا غفوری، علی کریمی، علی دایی و بسیاری از قهرمانانی که کنار مردم بودن، چون مردم رو داشتن، با مردم بودن. اونهایی برندن که عزت رو به ذلت ترجیح میدن. دمتون گرم مردم ایران، ارادتمندم. روز و روزگار خوش.